اما کلمه بعد دقت کنید دوستان، یک کلمه بسیار ساده هست اگر ما مفهوم کلمه کاستم رو بدونیم که ما به رنگ قرمز در آوردیم. ببینید از قلب یک کلمه ما باید اون ریشه کلمه رو پیدا کنیم، کلمه‌ای که به نوعی بتونه معنی کل کلمه رو به ما برسونه، و بعد اون اضافه ها رو پیدا می‌کنیم، مثلا ایدی یا آنی که در ابتداش اضافه شده. خب دوستان دقت کنید، کلمه کاستم به معنی رسم و رسوم هست. کاستم رسم و رسوم هست و کلا چیزی که عادت هست. کاستم یعنی عادت. حالا دقت کنید، یه ای در ابتداش وقتی قرار میگیره اکاستم، اکاستم یعنی عادت کردن، خو گرفتن. اما اکاستمد گفتیم ایدی مفهومه، به این مفهوم میشه که مثلا عادت کرده، سازگار شده. اوکی، پس اکاستمد یعنی در واقع سازگار شده یا همون سازگار، به نوعی عادت کرده. اما آن که میاد در ابتداش منفیش میکنه، آن اکاستم. این داستان کلمات رو دوستان در ذهن داشته باشید، چون نه فقط برای این کلمات بلکه برای قالب کلمات میتونید استفاده کنید، مخصوصا برای کلماتی که پیچیده تر هستن و خیلی راحت تر اینا رو میتونید به ذهن بسپارید. پس کاستم گفتیم یعنی رسم، کاستمد یعنی در واقع خو گرفت، اکاستمد یعنی عادت کرده، خو گرفته، آن اکاستمد یعنی در واقع ناسازگار، چیزی کسی که یا چیزی که خو نگرفته. آن اکاستمد یعنی ناسازگار، آن اکاستمد ناسازگار، کسی که عادت دوستان عزیزم سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان، مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن. اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.